جناب آقای مهندس بهرام مشیری، درود بر شما. درود بر شما جناب مهری گرامی، سلام میکنم خدمتتون، خدمت هموطنان، همزبانان، دوستان رادیو. خسته نباشید آقای مهری. خیلی ممنونم ازتون آقای مشیری عزیز. من دوسته شبی که خبری خوندم در مورد آقای حشمت الله تبرزدی، آقای مشیری، یکی بله. از مبارزان سرشناس که 7-8 سال در زندان جمهوری اسلامی بوده به تفاریق، و گفتن که اصلا ما نمیدونیم کجاست. وکیلش هم گفته، دوستانش هم، و یکی از دوستانش یک مقاله نوشته، امروز خواندم، زیر عنوان تبرزدی اسم رمز آزادی و از شجاعت او به عنوان نخستین خصوصیت او یاد کرده. شما هیچ خبری از تبرزدی دارین؟ خدمت شما عرض میکنم که حدود شاید 4 ماه پیش اون شخصیت مطلع که معروف حضورتون هست بله. به من زنگ زدن، فکر میکنم حدود 20 نام به من دادن و گفتن که عذر میخوام، خیلی بیشتر بود، یعنی قبل از این ماجرا انتخابات اینها بود، و قرار است رژیم اینها رو دستگیر بکند، و اسم تبرزدی هم جز همین لیست بود، و من بلا فاصله ایشون رو پیدا کردم و باش در میان گذاشتم که گفتن که، البته از قول این دوست محترم عرض میکنم، که ممکن است او رو دستگیر بکنن یا اینکه او رو علیل بکنن، به قول این دوست بنشاننش روی صندلی، یه همچین چیزی. بعد من به ایشون گفتم و بعد ایشون هم یک چیزهایی نوشت، گویا در یه درگیری با رژیم که گویا بچهش رو سوار اتومبیل کرده بودن و ایجاد وحشت کرده بودن. دیگه ما چیز از ایشان نشنیدیم تا در همین شلوغی ها یک پیغامی از طریق آقای آل احمد به من دادن، آقای تبرزدی که فلانی به من زنگ بزند، که من چندین بار زنگ زدم که رفته بودن ایشان گویا همون گلپایگان و آن اطراف، و حتی زنگ زدم ایشون رو من پیدا نکردم تا ایشون دستگیر شد. از روز دستگیری شد میکنم که یه چیز حدود شاید 50 روز یا بیشتر هست، و بقیه اطلاعات من همونیست که شما فرمودید، یعنی وکیلش گفته بود که نتوانسته ملاقات بکنه. و تبرزدی یک شخصیت بسیار شجاعی است که فضیلت بسیار داره و نشکسته در تمام این سالهایی که او رو به زندان بردن، علی‌رغم همه این از کنم که شایعاتی که علیه او میگفتن، معلوم شد که تبرزدی مردی دلیر که حقیقتا جلو رژیم ایستاده و بسیار بیباک و شجاع عمل میکنه. این است که بارها این مرد رو رها کردن و از او خواستن که مصاحبه نکند، وقتی بیرون آمد مصاحبه کرد. یک روز در یک صحبت دوستانه، حالا میخوام خدمتتون عرض کنم جمع دفعاتی که من با ایشون در این سالها صحبت کردم شاید بیشتر از 5 بار نبوده مجموعا، گفتم شما مرد معیدی هستی، عیالوار هستی، تعداد زیادی بچه داری، باید مواظب خودت باشی. به من گفت ما این راهی که آمدیم دیگر بازگشتنی نیست و ما چاره جز این مبارزه با این رژیم نداریم. این صحبتی بود که این شبیه مرد کرد. و یک بار دیگه عرض کردم تمام بچه هایی که زندان بودن و بعد آزاد شدن اینها که من شنیدم ازشون، در باب 2 نفر ذکر خیر بسیار داشتن، یکی آقای امیر انتظام که از فضیلتهاش من بسیار شنیدم در زندان، یکی هم حشمت الله تبرزدی. این است که این مرد امروز گرفتار هست و عرض کنم که در چنگال رژیم هست و واقعا هیچ کس نمیداند که این مرد کجاست. هموطنان میدانند که 2 تن از برادران ایشان در جنگ کشته شدن، و عرض کنم که تبرزدی سالهای زیاد خودش هم معلول جسمیه، مثل این که چیزی در این باب من نشنیدم، ولی فکر میکنم در جبهه بوده و عرض شد که اون روزنامه دانشجو، اول باری که من اسم ایشون شنیدم در ارتباط با اون روزنامه دانشجو بود و افشاگری های بسیاری که در اون روزنامه کردن، بارها ریختن این ماموران رژیم، خراب کردن زندگیشو، در دفترش کامپیوترش شکستن، اساسش خورد کردن. اینها عرض کنم که داستان تبرزدی است. امروز هم که هیچ دانسته نیست که این مرد کجاست و تکلیف عیال و اولاد این مرد چگونه است، اینها و این گرفتاری است آقای مرید، متاسفانه. بله متاسفانه.
آقای مشیری عزیز، در ارتباط با دستگیری این آقای عبدالملک ریگی که جمهوری اسلامی با آب و تاب بسیار یک سلسله به حال دروغ‌های تبلیغاتی رو سرهم کرد که هنوز کاملا همه واقعیات روشن نشده، خواندم که دولت، یعنی مقام‌های پاکستانی گفتن که اونها به حال مشارکت داشتن در ماجرای تحویل دادن او به جمهوری اسلامی. یک خبر دیگه امشب به نقل از روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران خواندم که برادر عبدالملک ریگی رو اعدام کردند، عبدالحمید ریگی، نمیدونم تا چه حد درسته. شما یه بار باش مصاحبه کرده بودین؟ بله آقای مهری گرامی، ببینید یک بار شاید حدود 3 سال پیش یا اندکی بیشتر یکی از دوستان این آقای ریگی از اروپا به من زنگ زدن، جوان بسیار مؤدبی بود و اظهار تمایل کرد که آقای ریگی خیلی دوست داره شما با صحبت کنید. من به درستی نمیشناختم سوابق ریگی رو که ریگی چه کرده حقیقتا اینها، اما میدانستم که ریگی نامی هست و در حال مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی هست و اینها، گفتم هیچ اشکالی نیست. با هم صحبت کردیم، بسیار مرد دانش آموخته‌ای به نظر آمد، یعنی سخنانی که میگفت از این در واقع نظم و نهج عباراتش و سخنانش بسیار جوان خوبی به نظر آمد و از او میپرسیدم که آقا شما اسم شما جندلاست و این چه نامی است؟ گفت این رو قرار است عوض کنیم. و بعد من از او پرسیدم اگر که آیا شما با القاعده در ارتباط هستین؟ که گفتن نیستیم. و بعد پرسیدم که آیا شما برای فقط در واقع حقوق اهل تسنن دارید اونجا مبارزه میکنید؟ میگفت نه، ما برای همه ایران. و چنین سخنان گفت. وقتی که مصاحبه تمام شد، چنین مصاحبه هست، از سبب که یک دوستی از کانادا به من زنگ زدن و گفتن که این آقای ریگی شخصا سر بریده و من باور نمی کردم تا اینکه یک دیویدی برای من فرستادن. همون به شیوه القاعده ریگی آمد و تن خب یک اسیری رو دست بسته بود و آمد و سر اون اسیر رو برید به همون شیوهی که همین شعب القاعده در عراق این کارها. بسیار بسیار من متاسف شدم واقعا از این صحنه، چون اسیر رو کشتن به این وضعی که دیدم بسیار ناراحت شدم. اینا دوباره اون شخص محترم زنگ زدن بعد از چند ماه و من تمایلی نشون ندادم در با صحبت مجدد و این ماجرای سربریدن رو اینو مطرح کردم. ایشون هم میگه آخه شما نمیدونید که اینها چه کرده بودن، اینها 2 نفر رو کشته بودن و اینها، که به هیچ وجه من الوجوه چنین کاری قابل توجیه نیست. یک مبارز آزادی از این گونه اعمال نفرت انگیز هرگز انجام نمیده. این مختصر ارتباطی بود که ما با این داشتیم در طریق همین تلفن و مطالب در این باب بسیار هست. در واقع میشود از شود که پیدایش طالبان رو در پاکستان، که در واقع این در واقع داستان طالبان از پاکستان علم شد با پول عربستان سعودی، مقصود گسترش وهابیت بود و پاکستان هم برای اینکه در افغانستان نفوذ بکند و از اون طریق در هندوستان به خصوص بخش کشمیر نفوذ بکند و اینها، این داستان رو در واقع آبیاری کردند تا موضوع عرض شود که روسا پیش آمد و بعد جمع کردن همه این متعصبین و مسلمان و مبارزان به اصطلاح. و بعد از ماجرای همون 11 سپتامبر این مرد بسیار باهوشی بود، اون جنرال مشرف، فرصت خوبی پیدا کرد که استفاده ها بکند برای مملکتش از طریق همکاری با آمریکا. بنابراین این همکاری آمریکا با پاکستان که گویا در واقع پولهای بسیاری میدهد به دولت، پشتیبانی میکند پاکستان رو، در واقع پارتنر خود میداند در مبارزه با ترور، سبب شده است که پاکستان هم اقدام بکند به دستگیری چند تن سران القاعده. من فکر کنم که تا
تحویل دادن ریگی رو هم از در این طیف باید نگاه کرد. و این داستان جمهوری اسلامی که میخواهد بگوید ما بسیار کاردان هستیم و عرض میکنم سیستم امنیتی ما چنین کارساز هست، اینها شایعات و دروغ هست. فکر میکنم چون الجزیره، همین نتورک خبری الجزیره گفته است که ایشون میخواسته است بره به قرقیزستان، در یک هواپیما سوار بوده و پاکستانی ها در واقع مرد آخوندها رو در جریان گذاشتن دولت ایران و اینها رفتن در اونجا این آقا رو دستگیر کردن. و شنیدم که عبدالحمید ریگی رو هم امروز گویا اعلام کردن که اعدام کردن. ریگی به عنوان شورش بیدلیل، نمیدانم اسمش بگذاریم یا چه، در پروندهش آمده است که این همون مدرسه طالبانی رفته و به شیوه القاعده عمل میکرده. قریب 400 نفر نظامیان کشتن گروه ریگی که اینا تعدادشون میگن 1000 نفر هستن و تعداد بسیاری غیر نظامی. و هیچ دانسته نیست در حقیقت که هدف نهایی ریگی واقعا و گروه چه بوده است، اگر برای آزادی بوده است که این طریق مبارزه برای آزادی نیست. به همین جهت هم هست که علی رغم همه دلیری هایی که هر آینه ریگی نشان داد نتوانست جامعه ایران رو جذب کند و نتوانست که توجهات رو به خودش معطوف بکند. این هست که دیروز او رو دستگیر کردن، برادرش هم اعدام کردن. حالا معلوم نیست پیامد این چه خواهد بود. گمان من این هست که عرض کنم که ریگی زیر نفوذ همین طالبانیسمی که عربستان ایجاد کرد و وهابیسمی که سعی میکنه به جهان سازه کند بود و نظر بلند نداشت به گمان من و افقهای دور رو نگاه نمی کرد و کارهای جنایی شبیه القاعده انجام می داد. البته فراموش نکنیم که فقیرترین ملت ایران مردم سیستان و بلوچستان هستند. هیچ دولتی تا کنون اقدامی درست در باب این منطقه از ایران نکرده. روزگاری سیستان و بلوچستان در واقع زرخیزترین ایالات ایران یا از زرخیزترین ایالات ایران بود و بعد در دوره‌های جدید هیچ گونه توجهی، واقعا یک فقر سیاه و شگفت‌انگیزی در اونجا حاکم است. من دوستانی دارم در اونجا کار پزشکی میکنن، از طریق همین برنامه‌ها با من آشنا شدن و میگن که ذهنیت در اونجا بسیار عقب هست، رفتار با زنان بسیار عقب مونده و همون به شیوه‌های صدر اسلام و اینها هست و عرض شود که مردان 5 زن و 6 زن و اینها میگیرن و سطح تعلیم و تربیت بسیار پایین هست و همه گناه ها رو آقای موری گرامی برگردن استبداد بایستی گذاشت. این که عرض کنم که عده مستبد 100 سالیست در پایتخت این مملکت نشستن و فقط توجه به اطراف خود دارن و در این دنیای خودکامه خودشان توجه به مردم ایران و نقاط دوردست به خصوص ندارن. این است که اینها عکس العمل های محرومیت ها هم هست، این نیست که بیهوده همچین کسی پیدا بشود. فشارهای زیاد، فقر بسیار، تبعیضها که به اهل تسنن اعمال شده است و می شود، اینها همه روی هم سبب می شود که یک آدم مثل ریگی پیدا بشود و دست به یاغیگری بزند. من شنیدم که خانواده ریگی خانواده مشهوری است در ایران، اما هیچ گونه آشنایی با اینها من هرگز ندارم، خود من هم تا کنون به اونجا سفر نکردم. اما می شود اینها رو که عرض کردم در باب کلیت قضایا گفت، او رو دستگیر کردن، حتما زیر شکنجه های توانپرسا خواهد بود در باب اقداماتی که کرده از آدم هایی که از کنن که با آنها در ارتباط بوده. و مدام دولت جمهوری اسلامی ریگی رو به انگلیس منتسب می کرد و آمریکا، که البته دولت انگلیس همواره نفی کرد این صحبت رو و وای بر روزگار ریگی به هر صورت. اما این یک اقدام خائنانه بود هر آینه از طرف دولت پاکستان که او رو تحویل دادن. هموطنان میدانن که بلوچستان ایران و پاکستان به هم پیوسته است، بنابراین عملیاتی که ریگی انجام میداد در بلوچستان ایران بود. به محضی که ماموران دولتی پیدا میشدند اینها، خب میگریختن به بلوچستان پاکستان و سرانجام پاکستانی ها هم در واقع میشود گفت به حیات او خاتمه دادن. آقای موری خیلی ممنون. آقای موشی باید همچنان در انتظار مون تا واقعیت های پشت پرده هم در این باب روشن بشه که بله. مطالب هست که حقیقتا گروه 1000 نفری
که میگویند گروه ریگی هست، اینها توسطش کسانی پشتیبانی میشوند. مطلب خیلی خیلی زیاد هست که ما نمیدانیم. این مطالبی که ما میدانیم همین دانسته های ماست که از طریق همین اطلاعاتی که اینجا و اونجا هست عرض کنم به دست آوردیم. آقای مورگیرا، آقای مشیری خیلی ممنون. از برنامه‌تون چه خبر آقای مشیری؟ صحبت برنامه کردین؟ برنامه قربان سر جاش سر جاش هست. خیلی ممنونم که پرسیدین. همون 4 بار در هفته است، روزهای سه‌شنبه و جمعه شب ها 8:30 شب، روزهای دوشنبه و روزهای روزهای دوشنبه و چهارشنبه هم ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس هست، مدت 1 ساعت. خب بیشتر شما درباره چی صحبت میکنین؟ خدمت شما عرض میکنم که در روزهای دوشنبه در باب مغالطات صحبت میکنیم. مغالطات همچنان ادامه داره پس؟ بله بله، مغالطات ادامه داره. در واقع اون که مربوط به طبقه بندی مغالطات هست البته تمام شده، چون ما قریب شاید 200 تا 250 نوع مغالطه داریم در زبان که اینها در واقع از می شود گفت قرن 18 هم به این سو سعی در شناسایی اونها شده. اولین کسی که اینها رو شناسایی کرده در واقع 13 مغلطه مشهور هست که ارسطو شناسایی کرد، و بعد در واقع وظیفه فلسفه و منطق شناخت فرد همین مغالطات بود و پاک کردن زبان و ذهن از مغالطه. این که عرض کردم ذهن، چون وقتی ذهن یعنی مغالطه در زبان به کار رفت، در واقع جز باورها می شود و ذهن رو هم خراب میکنه. باری تمام شده. اما عرض کنم که متون تاریخی، قضایای روز، سخن مشاهیر سیاستمداران ایران و جهان بعض اوقات که اینها تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم مغالطات رو، و روزهای چهارشنبه در واقع زیر عنوان شاهنامه هست، اما مطالب بسیار دیگر هم مطرح میکنیم و اگر لازم باشد بحث هایی در باب شاهنامه همه وقت رو میگیرد. و روزهای سه‌شنبه شب بین 8:30 تا 9:30 در باب تاریخ حکمت صحبت میکنیم. روزهای جمعه هم به متون ادبی گذشته ایران در واقع نگاه میکنیم. مدتی است که بوستان سعدی رو خدمت دوستان میخوانیم. این در واقع یک تصویر عمومی است که از برنامه هست. هرگاه در ایران هم اتفاقات باشد همه برنامه ها تحت شعاع اخبار و وقایع ایران قرار میگیرد که به اونها میپردازیم که اونها در اولویت قرار میگیرن. آقای مشیری، کمتر کسی در جهان در میان همه طبقات هست که بری باشه و خالی باشه از مغالطات. درسته فرمایید آقای مهری، همین جوره. در واقع ما اگر نیک بنگریم میبینیم که مثلا سقراط بزرگ هم مغلطه کرده. این است که جا به جا بعض اوقات شاید ضرورت زندگی و کار مغلطه باشد. اون چه وکالت نامیده میشود در آمریکا، دفاع از موکل از طریق مغالطه است. در واقع سقراط را که بردن به دادگاه آتن در واقع محاکمه میکردن، اونجا میگوید من مردی هستم دارای عیال و اولاد. در واقع این صحبت علی ظاهر هیچ اشکالی ندارد، اما به جرمی که او رو متهم کرده بودن مربوط نیست. بنابراین مغلطه است، مغلطه تشبث به عواطف هست. یعنی سقراط کبیر با این سخن میخواهد که ترحم و شفقت قضات رو برانگیزه. این به نام مغلطه تشبث به عواطف هست. عرض میکنم که وقتی که فرض کنید که به یک بچه گریه میکنه، به یک چیزی از پدر مادرش طلب میکنه، او هم داره بچه داره مغلطه میکنه در واقع با همین گریه. اون هم تشبث به عواطف هست. در واقع این است که به خصوص در زبان سیاستمداران مغالطه بسیار هست. اگر ما خوب توجه کنیم به صحبت نظامیان و گزارش هایی که فرض کنید ارتش ها میدهند، به خصوص در مواقع درگیری بسیار مغالطه آمیز هست. مثلا فرض بفرمایید که فرض کنید که دولت
زیادی هم بیگناه کشته میشد. هرگز اون مسئول فرض کنی وزارت دفاع نمیگوید که ما امروز چند هواپیما فرستادیم بغداد رو بمباران کردیم، بخشی از بغداد رو بمباران کردیم و تعدادی بیگناه کشته شد. اینجوری نمیگه آقای مهدی. با مغلطه میگوید که در بغداد مورد بررسی قرار گرفت و خودش میگن اوردیننس، نمیگن بمب، میگن اوردیننس. این اوردیننس ها به اونجا هم شد و هدف ها در واقع مورد اصابت واقع شدن و تعدادی در واقع خودشون میگوین collateral damage، یعنی خسارات جانبی هم بود. یعنی خسارت جانبی اینجا که یک سمانتیک فالسی هست، یعنی مغلطه زبانی و معناشناختی هست، می نشیند جای کشتن بیگناه ها. این است که شما در روزنامه ها هم که نگاه بکنید اینها هر شبت که یا فرض کنید یک کسی تمام سرمایه یک شرکتی رو بالا میکشه، نمیگوید وکیل که این آقا دزده، اینها مثلا میگوید که این accurate accounting، یعنی اینکه حسابرسی غیر در واقع غیر دقیق کرده آقا، حسابداری غیر دقیق. اینا همه مغالطات است آقای مرید، نه مغالطات زبانی هست به نام سمانتیک در معناشناختی، مغالطاتی که به لغت و زبان مربوط هست. این است که از بام تا شام مردم دارن مغلطه میکنن و بعض اوقات یک مغالطه ممکن است که دنیا رو دچار دردسر و آتش خون بکنن. مثلا خدمت شما عرض میکنم همین مغلطه نجات کارگران از طرف سیستم استالین، یا مغلطه با یک مغلطه یک هیتلری پیدا شد و یک حزبی ساخت که جهان رو به آتش خون کشید. و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژادها هستیم و بایستی بجنگیم و سایر نژادها رو برده خود بکنیم به جهت این که ما برتریم. در واقع این ما برتری مغلطه است که چیزی وجود نداره، هیچ انسانی از انسان دیگه. و متاسفانه جامعه گرفتار مغالطات می شود، به چاه مغالطه هم می افتد. خود ما مردم ایران هر روز دچار مغلطه هستیم و گرفتار مغالطه می شویم و توجه نداریم. این است که تا حکمت عقلی در جامعه گسترش پیدا نکند و سطح معلومات جامعه به طور کلی و در واقع معلومات عقلی گسترش پیدا نکند، جامعه همواره گرفتار مغلطه است. آقای موری، ما نگاه کنیم به همین صحبت های آخوندها و کل قضیه دین از ا تا ی، یا از معروف از ا تا زی یک سر مغلطه است. در واقع وقتی ارسطو 13 مغلطه رو بررسی کرد، خب اونها مغالطاتی بودن که مربوط به زبان بود و غیره و اینها. اما امروز هر عبارتی که ما صادر کنیم و نتوانیم حقیقت این رو به اثبات برسانیم مغالطه است. به معنی که بنده بگویم خدمت شما که آقا فلانی رفت به بهشت، این من مرتکب یک مغلطه شدم، چون ما نمیتوانیم وجود بهشت رو ثابت کنیم، یا فلانی یا قضایای دین یا حتی وجود عرض کنم ما بعد و طبیعه، امروز یک سره مغالطه است. ویتگنشتاین میگوید که اون کسی میتواند در باب ما بعد و طبیعه صحبت کند که هر دو سوی قضیه را تجربه کرده باشد. این است که بسیار زبان تمیز شده و پاک شده از مغلطه. یکی از شخصیت هایی که همه عمرش رو در واقع در منطق خار کرد، منطق زبان و واقعا بشریت به اون مدیون هست، آقای برتراند راسل هست و وایت هد. این دو تن بسیار کوشیدن، حتی بسیاری در بسیاری جهات منطق ریاضی را هم اینا اصلاح کردن. اینها یک بحث فوق العاده است. یعنی اگر ما بیاموزیم که سخن درست و صحیح رو از مغلطه و مغالطه تشخیص بدهیم، از شبت که خیلی وضعیت ما، زندگی ما و سیاست ما و حیات اجتماعی ما بهبود پیدا خواهد کرد. آقای موری، شما ملاحظه بفرمایید، آقای پیدا شد در همین واشنگتن، گفت که در روز فلان من میروم به ایران و تنبک میزنم و کشور رو نجات میدم. اصلا باور کردنی نیست که یک درصدی از مردم ما این رو پذیرفته بودن. واقعا بعض اوقات آقای موری آدم مایوس میشه.
که آقا یکی نمیپرسید چگونه، یعنی فرض فرمایید اگه من یک همچین ادعایی بکنم که در روز فلان من تنبک میزنم، باز تنبک زنان از هواپیما پیاده میشن، و این مرد یه خدمت بزرگی کرد در واقع به جامعه ایرانی. میرم اونجا تنبک زنان، میرم اونجا جشن میگیریم، و مردم باور کرده بودن کسانی که در واقع تعلیم یافته و educated، صاحب فوق لیسانس یا دکترا، اینها باورشون شده بود. و وقتی با اینا ما صحبت میکردیم که آقا داستان چیست، گفتم بله مگه این از خمینی کمتره؟ شما ببینید داستان چگونه است و چه ذهنیتی ما داریم، و این ذهنیت ما حاصل هزار سال یا بیشتر گرفتاری ها بوده. آقای مهدی، این بحث خیلی بحث مفصل و خیلی بحث جالبی است. ما باید خیلی دقت کنیم به عباراتی که صادر میکنیم و عباراتی که میشنویم. مثلا همین داستانی که آقای همین آخوندها امروز گفتن که بله نیروی ضربتی ما اینها، معلوم نیست که این درست باشه. به نظر میاد که این هم مغالطه آمیز. البته فراموش نکنیم تفاوت هست بین دروغ و مغلطه. بله مغالطه کار سعی میکند که دروغ خود رو پنهان بکند و در لباس عبارات ظاهرن صحیح مغلطه خودش رو به کار میبره. دروغ و مطلبش جداست، ولی خود دروغ هم یک نوع مغلطه است در واقع، چون نیک بنگرید. ممنونم آقای مشیری. در ارتباط با یک موضوع دیگر که فکر میکنم اون هم در طیف مغلطه قرار میگیره، سخنان تازه تر آقای عبدالکریم سروش، ایشون چندی پیش در نامه خطاب به آقای خامنه ای صحبت از به حال رژیم فرادینی کرد و حالا دوباره فیل شیاد هندوستان کرده و گفته است که دینداران مسئولیت شکل‌دهی دموکراسی دینی را بر عهده می‌گیرند و جامعه دینی بنا بر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت. من فکر می‌کنم حالا ایشون هم در آثارش خیلی مغالطه به کار می‌بره. بله قربان، ببینید عرض می‌شود که اجازه بدید که ما مطلب رو از اینجا آغاز کنیم. آقای مرسی، ببینید این آقای سروش نمونه کامل یک مسلمان شیعه است، یعنی تزویر و ریا و دروغ در وجودش نهفته است این مرد، یعنی چاره هم جز این ندارد. اجازه بدید که من مطلب رو یعنی میخوام اینو عرض کنم که وقت ما درست برای شناخت آدم ها، ما که وقت این رو نداریم که همه کمونیست های جهان رو بشناسیم. ما بایستی برای شناخت یک شخص کمونیست حدود در واقع یعنی مرزهای اخلاقیش، بایستی روی تئوری کامیونیسم و مارکسیسم و لنینیسم به قول این جای ها مطالعه کنیم، یک کلیتی از احوال یک کمونیست معتقد ما به دست میآوریم. چون ما وقت نداریم که چند میلیون کمونیست جهان رو یکی یکی بشناسیم و این عمر ما کفاف نمیده، اصلا ضرورت هم نه. برای شناخت آدم های مثل سروش، مثل خمینی، مثل رفسنجانی، اینها ما بایستی خلقیات و مورالیتی اسلامی رو بشناسیم. آقای مولی، زمان آن رسیده است که ما پس از این رنج جنکاهی که ما متحمل شدیم به عنوان ملت از دست این آخوندها و این هزینه واقعا غیر مقابل محاسبه رو پرداخت کردیم، به یک شناخت هایی هم برسیم. در یک جایی خواندم که از حاجی نصیر طوسی در باب اسلام پرسیدن، میگوید این مرد تو مرد دانایی هستی، به سخنان من توجه کن، من در اقصای عالم بسی گشتم و بعد با همه از جان برخوردها داشتم. در هر دینی حاجی نصیر میگوید مرز بین نیک و بدی مشخص هست، جز اسلام که در یک لحظه خوب هست در یک لحظه بد هست، متناسب با عرض میکنم که موقعیت شخص، مثلا قتل چیز خوبی است، قتل چیز بدی است در لحظه دیگر، در یک جا اینقدر اما و اگر هست که نتوانسته اسلام یک ساختار اخلاقی برای مؤمنین ایجاد بکند. یعنی شما می توانید هر جنایتی بکنید نمونش هم در اسلام پیدا کنید، بگید اسلامی است، خلقیات اسلامی است. این هست که ما از طالبان گرفته تا خمینی و خلخالی و اینها گرفته، که اینها در واقع همون اون طیف زشت اسلام هستند، تا
تا ما برویم به صلحای بزرگ، انسان‌های پاکیزه که اونها هم مسلمان بودن و بخش‌های دیگریش رو در مد نظر داشتن، اینها اینجاست. و بعد میرسیم به شیعه، یعنی حالا کلیت اخلاق اسلامی بود، حالا میرسیم به شیعه که اونجا دروغ اساساً و تزویر جزء دینه، یعنی تقیه جزء دین هست. این خیلی شگفت انگیزه که دروغ جزء دین باشد. ملاحظه فرمایید این آقای سروش رو در نظر بگیرید. این مرد آمده است، عرض می کنم که به خارج کشور در یک محیط آزاد داره زندگی می کند و اون نامه رو می نویسد به خامنه ای. چنان هست شما جنایت کردید، نامه های در واقع مسجوع و عرض کنم به شیوه قدما با تلمیحات اینها نوشته و استشهادات شهری و اینها رو آورده است که این سبک اوست که اینها هم در بسیاری موارد مغلطه است. یعنی شما وقتی این مطلبی رو می‌نویسید مرتب از حافظ و مولوی عرض کنم که قرض کردن اینها مغالطه است، مربوط نیست، عرض شود که ولی خب سنت در ایران بماند. بعد اونجا میگوید که ما به یک حکومت فرادینی نیازمندیم و اینها. دوباره دوستانش از این مدرسه علوی که میرفته زنگ زد که آقا تو مگه همون سروش نیستی، خود از خود ما هستی یا اینها. برداشته است دوباره این یکی نامه رو نوشته است و این مصاحبه رو کرده است که دموکراسی دینی. آخه یک کسی از این مرد بپرسد که آقا مگر دموکراسی دینی و غیر دینی دارد؟ درست مثل ما بگوییم که فیزیک دینی یا بگوییم ریاضیات دینی یا موشک دینی میسر نیست. چنین چیزی دمو یعنی مردم، دموکراتین در واقع لغت بوده به یونانی یعنی مردم به حکومت. این قضیه رنگ دین نمیتواند بگیرد. آقای مهری ما باید این رو بدانیم و کسانی که متزلزل هستند و در مرز راه میدوند و بدانند که در یک حکومت سکولار و داشتن یا سکولاریست بر روی هم این معنیش مخالفت با دین نیست. اتفاقا محترم داشتن دین هست. در واقع لایکای فرانسه البته تعبیر دیگری دارن، لایکای آمریکا که همون سکولارها باشن، اینها تعبیرشان از همین لایسیته یا سکولاریسم در واقع محترم داشتن دین هست. یعنی که دین در امور سیاست که مستلزم دروغ و مغلط هست، احتمالاً بمباران و آدم کشی و خیانت و همه اینها به انسانیت هست به خاطر منافع مملکت، این بری باشد. اینها عرض می کنند که هنوز به اون فرزانگی نرسیدن، این که حقایقی رو که محرز و مسلم هست برای مردم بیان کنند. این ریاکاری و تزویر واقعا از جبین این مرد و سخنانش آشکار هست. هنوز به اون صمیمیت و صفا نرسیده، علی رغم این تکیه که بر مولانا دارد و عرض می کنم در نمیدونم فیض و اینها که یک اشعار اینها رو می آورد و کتاب می نویسد و اینها. این بهتر از خودش آدم بشه، واقعا بهتر خود رو آدم بکنه و خود با خودش صمیمی باشه و با مردم این مملکت، مردم بیچاره و گرفتار از این مملکت هم یک صمیمیت و صداقتی این مرد برای خودش. آیا آقا اگه این آقا عرض میکنم مبارز نیست، دینی هست، که یک عمامه ببنده، یک آیت الله خوبی از این میشه و ساخت، اگرم که اهل مبارزه و انده هست مغالطات رو با حقایق نیامیزد. کار این آقا شده است این که اهل دین باید حکومت. آخه چگونه میشود این دین تضاد داره؟ ما نمیتوانیم دموکراسی دینی داشته باشیم. چگونه میتوانیم دموکراسی دینی داشته باشیم؟ دموکراسی نه مسیحی است، نه یهودی است، نه هندو است، نه مسلمان است، نه شیعه است. مردم یک کشوری بیرون از رنگ و شکل و نژاد و دین و معتقدات، اینها بایستی و حق دارن بر مقدرات خودشون حاکم باشن. یک داستانی دیگه قدیم هست، من تعجب میکنم از این آدم، به صورت یک انسان بسیار منحوس در آمده این سروش، با نوشتن اون نامه یک پرستیژ دوباره به دست آورد، اما با این سخن یک سره به نظر من اعتبار خودش رو از دست داد. این آقا باید تکلیف خودش رو با خودش روشن کنه. یک جواب سوالاتی که از این آقای عبدالکریم سروش می شود در ارتباط با اون پاکسازی ها و جنایات فرهنگی که در ایران مرتکب شدن و این آقا در نقش داشته، مطمئن هستم این زیر گزارش ها رو امضا می کرده، پیشنهاد ها می داده. هر موقع از این سوال کردن مغلطه قریبی رو به میان انداخت و اونی که
اینو ما 10 نفر بودیم هم 11 نفر بودیم، نمیدونم جلال الدین پارسی اونم کی آل احمد اینا رو هم بیاری تا من جواب بدم، از اونا هم بپرسید آقا شما به اندازه جرم خودت جواب بده. اگر کاری کردی که کردی خوب هست ازش دفاع کن، اگر کاری که کردی زشت هست پیش وجدان خودت عذرخواهی کن. اینها دوچار یک نوع کبر هستن آقای موری، یک نوع کبر اینها رو گرفته که گمان میکنن تافته جلو بافته هستن به صرف اینکه 4 سال مدرسه علوی رفته. این آقا عرض شود که این یک مطلبی است و اینا با مردم صمیمی نیستن. من فکر میکنم از فراریان عرض کنم که از ایران که یکیشون سروش باشد، یکیشون آقای اشکبری باشد و یکی آقای کدیور باشد، که گنجی هم از همه اینها دلیرتر و از همه اینها صمیمیتر هست و تا اینجای قضیه بسیار خوب عمل کرده. اما اون دو ستای دیگر معلوم نیست واقعا چه کاری هستن. تکلیف خودشون رو با مردم، با حکومت و با دین باید روشن بکنن. آقا این دین یک امر خصوصی و دین هیچ کس مانند دین هیچ کس نیست. شما در جهان اسلام، در جهان مسیحیت دو تن مسیحی نمیتوانید پیدا بکنید که تعبیرشان از مسیح، شخصیت مسیح و انجیل یکسان باشد. دو مسلمان هم نمیتوانید پیدا بکنید که الله رو یکسان ببینن و ما نمیتوانیم این رو استانداردیزه بکنیم و ازش حکومت بسازیم. این هست که یک موضوع مردودی است و من شخصا عرض میکنم که بسیار بسیار متاسفم به حال این آقای عرض کنم که سروش که نمیدونم حاج فرج دباغ سابق که شده از عبدالکریم. اگه اسم من حاج فرج دباغ بود افتخار میکردم و همون حاج فرج دباغ باقی میماندم، اسم خودش هم رو عوض کرد. حالا بماند، این مطلبی نیست، گفت که حالا در نام چیزی نیست، اما این هم یک نشانه است. به هر صورت این است که این آقا باید تکلیف خودش رو روشن کنه و مردم هم باید تکلیف خودشون رو با این آقا روشن کنن، به او بگویند که این آقا رو ریاکار هست و متزلزل هست و اهل تزویر هست. آقای موری گرامی خیلی ممنونم. آقای مشیری یک شب دیگری هم اگر موافق باشید درباره عقیده ایشون درباره سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی صحبت بفرمایید. بخدا در خدمت شما هستم آقای مشیری عزیز. خیلی ممنونم، خسته نباشید آقای مشیری عزیز. درود بر شما، شب و روز شما بخیر. شب و روز شما خوش. با هموطنان گرامی، همزبانان گرامی.